قطعاً کردار و عمل والدین مهمترین تأثیر در تربیت کودکان را دارند، چرا که کودکان بیش از آن که به گفته های پدر و مادر نگاه کنند از کارهای آنها الگو می گیرند. همنشینی با انسانهای صالح و نیکوکار پس از تربیت پدر و مادر نیز یکی از تأثیرگذارترین امور در شکلگیری تربیت انسان به شمار می رود. این حکایت درباره صالح ابن احمد ابن حنبل، یکی از پسران امام بزرگ اهل سنت احمد ابن حنبل است. امام ذهبی درباره او میگوید او امام، محدث، حافظ، فقیه و قاضی بود. ابوبکر خلال در کتاب ادب القضا میگوید هنگامی که صالح پسر امام احمد به اصفهان رفت، من با او بودم. او پیش از هر چیز وارد مسجد جامع اصفهان شده و دو رکعت نماز خواند. در حالی که نشسته بود، مردم و شیوخ گرد او جمع شدند. حکم انتصاب او به عنوان قاضی اصفهان از سوی خلیفه عباسی خوانده شد. صالح به شدت شروع به گریستن کرد، تا جایی که بزرگان و شیوخی که در کنار او بودند نیز به گریه افتادند. آنها به او گفتند هیچ کسی در شهر ما نیست مگر اینکه پدرت یعنی امام احمد را دوست داشته و به تو تمایل دارد. صالح ابن احمد ابن حنبل گفت میدانید چه چیزی مرا به گریه انداخت؟ به یاد آوردم اگر پدرم مرا در این وضعیت میدید چه حالی پیدا میکرد. راوی میگوید در آن هنگام عمامه سیاه مخصوص قضات بر سر صالح بود. صالح ادامه میدهد هرگاه شخصی زاهد یا مرد پارسا نزد پدرم می آمد، کسی را در پی من فرستاده تا بیایم و با او ملاقات کنم. پدرم دوست داشت که من مانند او شوم. آیا اکنون فکر می کنید مانند او شده ام؟ اما خدا می داند که من به خاطر بدهکاری فراوان و کثرت عیال این کار یعنی قضاوت را پذیرفتم و خدا را نیز شاکرم. از صالح ابن احمد ابن حنبل نقل شده که چندین بار هنگامی که مجلس قضاوت را ترک می کرد، عمامه سیاه را از سرش در آورده و گوشه ای می گذاشت و می گفت آیا من با این وضعیت از دنیا خواهم رفت؟ مهمترین پندهای نهفته در این داستان: علمای ربانی هیچگاه خود طالب و خواستار منصب قضاوت نبودند و تا هنگامی که مجبور نمی شدند آن را نمی پذیرفتند، چرا که برخی از منصبها به سبب قدرتی که به انسان می دهد و به خاطر احتمال بالای به فتنه افتادن شخص ممکن است آخرت انسان را از بین ببرد. اهمیت همنشینی و الگو گرفتن از انسانهای نیکوکار و پرهیزکار. نقش دلسوزی پدر و مادر در تربیت فرزندان نیک. فضیلت وفاداری فرزندان نسبت به والدین و تلاش برای برآورده ساختن خواسته های نیک آنها حتی پس از وفاتشان.